با سلام خدمت همه آزادی خواهان امروز میخوام یک پدیده ای رو به تو معرفی کنم به اسم شور اول این پدیده هم سلطنت طلبه هم سلطنت طلب نیست هم اصلاح طلبه هم اصلاح طلب نیست هم سلبریتیه هم سلبریتی نیست خلاصه همه چی هست و همه چی نیست خیلی هم دوست داره مهم باشه خلاصه با رنگ و لعابای مختلف همه جا هست و همه جا نیست احتمالا تا الان فهمیده باشید کی رو دارم میگم بله خانوم معصومه علی نجاد قومی حالا چرا بهش میگم مرد شور اول یا چرا بهش میگیم مرد شور اول به خاطر اینکه هر جایی یک موضوعی مد میشه یا سر و صدا میکنه ایشون میپره میگه آقا ما هم هستیم حالا اون چیزی که مد میشه و ایشون براش میپره وسط و میگه ما هم هستیم باید سه تا شرط داشته باشه شرط اول این که نباید تمامیت جمهوری اسلامی رو از بین ببره و یک آلترناتیو انقلابی مردمی مستقل جایگزینش بکنه شرط دوم باید به شدت بی هزینه باشه هیچ هزینه ای نباید داشته باشه و شرط سوم باید طوری رنگ رنگل و آب داشته باشه که لایکها و فالوورهای ایشون بالا بره حالا بیایید نگاهی به سابقه این خانم مردشور اول بندازیم اون زمان که نظام جمهوری اسلامی در حال فریب دادن مردم ایران و جامعه جهانی با پروژه اصلاحات بود این خانم مردشور اول سر و کلش تو رسانه های جمهوری اسلامی پیدا شد یه بار میرفت با خاتمی مصاحبه میکرد براش ترانه میخوند یه بار میرفت با کروبی مصاحبه میکرد یه سلفی با این میگرفت یه درگوشی با اون حرف میزد احتمالا اکسا و فیلماش رو دیده باشید خلاصه بازار اصلاحات رو برای ازما اساسی گرم کرده بود بعد از مدتی به طرز عجیب و غیر سر از خارج درآورد، و از رسانه های خارجه اونجا هم که فیلماش هست دیدید که به میگه بله ما نباید بذاریم تمامیت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و باید در انتخابات شرکت بکنیم در انتخابات نظام ولایت فقیه و به شرکت کردنش در انتخابات هم چیکار میکرد افتخار میکرد و استدلال میکرد که بله مردم ایران دارن زیر همین سقف پوسیده ولایت فقیه زندگی میکنن ما هم که تو خارج داریم اشغالمون رو میکنیم باید دو دستی زیر این سقف رو نگه داریم که یه وقتی فرو نریزه این سقف خلاصه این داستان اصلاحات بازی ایشون ادامه داشت تا اینکه مردم ایران ریختن تو خیابون و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اینجا بود که این خانم مردشور اول فهمید که دیگه این هنای اصلاحات رنگی نداره دوباره مردشوریش گل کرد و پرید وسط این دفعه چی گفت؟ گفت مشکل مردم ایران هجابه یعنی چهل سال مبارزات مردم ایران برای آزادی رو خلاصه کرد توی هجاب یعنی در این چهل سال رژیم ولایت فقیه هیچ کشتاری نکرده هیچ قتل عامی نکرده هیچ دزدی و غارتی نکرده هیچ کارتون خوابی وجود نداره هیچ کودک کاری وجود نداره هیچ مشکلی وجود نداره در جامعه فقط یک مشکل وجود داره اونم هجابه هرچی بهش گفتن معصوم جان انقدر سطح خواسته مردم ایران رو پایین نکش آقا چرا این کارو میکنی؟ آقا میدونی چرا این کارو میکنه؟ همون اول بهتون گفتم. چون باید سه تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه هزینه نداشته باشه. یکی باعث طولانی شدن و عمر رژیم ولایت فقیه بشه و تمامیتشون رو نکنه. سه خب موضوع حجاب فالوور و لایک خوبی هم داره. ایشونو قشنگ پروموت میکنه. خلاصه این داستان ادامه داشت تا اینکه هی بهش اعتراض میکردن میگفتن آقا جان نیار یار پایین قصد خواسته رو مشکل مردم ایران به خدا مشکل یک آزادی و ادارت اجتماعیه میگفت نه تو کت این خانوم نمیرفت میگفت مشکل اینه که باد به موهای خانوم آباد بخوره باد بعد بیفته تو موهای خانوم ها خلاصه این داستان ادامه داشت تا اینکه مردم ریختن توی خیابون و گفتند چه با هجاب چه بی هجاب پیش به سوی انقلاب اینجا بود که دوباره هنای ایشون بیرنگ شد این سراغ چی رفت؟ سراغ یک پدیده جدید پدیده بچه شاه سلطنت یعنی مردشوریش رو به سمت سلطنت کش کرد بله الان هم با بچه شاه ترکیب شده ادعای اپوزیسیون میکنن ادعای آلترناتیف میکنه می دو میره با این سیاست مدار سلفی بگیره که چهار تا لایک و فالوورش بره بالا اطمان فیلماشو دیدید حالا اینکه این سابقه اپوزیسیون و نمیدونم آلترناتیو از کجا آوردن بماند اما باید نگران بود که الان بچه شاه و این معصومه مردشور اول چه آشی رو میخوان برای مردم ایران بپزن باید بهشون گفت که ممکنه تک به تکتون یعنی سوا از هم با هزار بدبختی قابل تحمل باشین اما مردشور ترکیبتون رو ببرن خب دوستان در اینجا این گفتگومون تموم میشه حالا ادامه داره میخوایم یه قسمت دیگه هم در همین رابطه صحبت بکنیم انشالله به زودی خدمتتون عرض میکنیم خدا نگهتار موفق و پیروز باشید